گزارش دقیق از سنگر داغ جبهه مقاومت ملی در پنجشیر. به نام خدا و با عرض سلام به کانال ادلا رسانه ما خوش آمدین. مشروع خبرها. قرارگاه حصارک پنجشیر در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: مالک های اصلی این سرزمین آنهای اند که در برابر اسارت و اشغال استادند، نه آنهای که وطن را به حیثیت مادر دارد را در معاهده های مختلف قطعه قطعه فروختند. مقاومت تا آزادی کامل افغانستان ادامه دارد. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک قرارگاه حصارک پنجشیر. بعد از سقوط نظام جمهوریت، احمد مسعود راه پدر را گرفته و جبهه مقاومت دوم را در ولایت پنجشیر آغاز کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان 15 روز در پنجشیر در مقابل امارت اسلامی افغانستان جنگید و بعد از 15 روز پنجشیر به تصرف کامل نیروهای امارت اسلامی افغانستان درآمد و احمد مسعود از افغانستان خارج و نیروهایش به کوههای هندوکش متواری شدند. نیروهای جبهه مقاومت از کوههای هندوکش هر گونه عملیات چریکی در مقابل طالبان انجام می‌دادند که تلفات سنگینی بر دو طرف وارد کرد، که از فرماندهان جبهه مقاومت کشته و زخمی بیشتر را در جنگ با امارت اسلامی افغانستان داشته است و یک سال می شود که هر گونه تحرک نظامی در مقابل طالبان در ولایت پنجشیر انجام می دهد. بعد از پنجشیر، بدخشان، اندراب ها و همچنان تخار جنگ های چریکی در مقابل طالبان انجام دادند. حالا هیچ گونه درگیری در سمت شمال جریان ندارد. از توجه آن جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشید.